نشست پارلمان عراق به دلیل مشاجره بر سر نامزد وزارت کشور متوقف شد. به گفته نمایندگان اطلاف سایرون، گروه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران میکوشند نامزد مورد نظر خود را به عنوان وزیر به پارلمان تحمیل کنند و این قابل قبول نیست. کابینه عادل عبدالمحدی هنوز تکمیل نشده است. جزئیات بیشتر در گزارش علی جبا اختلاف بین گروه های شیعه در پارلمان عراق بار دیگر نشست پارلمان به تعلیق افتاد و جلسه تایید صلاحیت نامزد پیشنهادی وزارت کشور به نتیجه نرسید وزارتی که سهم اکثریت شیعه است این مرد فال فیاس نامزد مورد حمایت هشت شعبی یا بسیج شیعه و اعتلاف فتح هادی آمری و گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی است ولی نمایندگان مستقل شیعه در اعتلاف سائرون به رهبری مقتدا صدر و اعتلاف نصر به رهبری هیدر عبادی نخست وزیر پیشین او را اصلح نمی دانند و حاضر به رأی اعتماد به آقای فاله نیستند. در جلسه شب گذشته پارلمان بحث و مشاجره ها به نتیجه ای نرسید و محمد البوسی رئیس پارلمان پس از آنکه گروهی از نمایندگان جلسه را ترک کردند نشست رأیگیری را متوقف کرد و جلسه بعدی را به 8 ژانویه موکول کرد نماینده های ائتلاف نصر حیدر عبادی گفتند قاسم سلیمانی فرماندهی سپاه قدس ایران از همه گروهها خواسته به فالح فیاز رأی بدهند شبه نظامیان وابسته به ایران تلاش زیادی می‌کنند تا فال فیاض به ششهای تنفسی ایران در عراق تبدیل شود. آن هم در شرایطی که جمهوری اسلامی با مجازات‌های سنگین و تحریم مواجه شده. با فشاری بر انتخاب فال فیاض با هدف رهایی تهران از تحریم‌های آمریکاست. هنوز سرنوشت سه وزارتخانی کابینه عادل عبدالمهدی مشخص نیست. حساس‌ترین و مهمترینش وزارت کشور هست وزارت کشور تأثیری فراتر از عراق میتونه بگذاره و به گفته کارشناسان عراقی به ویژه در شرایط فعلی میتونه بر عمل کردن دولت عراق به تحریم ایران توسط آمریکا تأثیر بسزایی بر جای بگذاره علی جوانمردی صدای آمریکا